Allora, ma ci sarà un piano per l'altro? Questo sta lì, ce l'ha sempre una massa. Bad and blues, però è il verso dash group. Il verso dash? Il verso loro combination. Però è il verso dash, perché non era mai cambiato. Verso dash. پرمدش بکنید یه تایید برای ایشون میره تایید میکنید این پس هم ویس هم دوربینش رو فعال بکنید هم اینو میزنید هم اینو میزنید بعد براتون میاد بالا میتونه با هاتون صحبت کنید هر دفعه خب بستگی به اینترنت اونم داره ضعیف باشه یا قوی باشه چطوری باشه الان اونا صدای رو داره اونا کاملا صدای شما رو داره بچه ها صدا و تصویر که دارید مشکلی ندارید درسته؟ بله صدا و تصویر داره هر کاری رو شما دارید خواهش میکنم دستون در من کارش بشد خب بسم الله الرحمن الرحیم بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه بنده پرخدر هستم توی یه چند مدتی میخوام زحمت بدم با اختصاری به خاطر اینکه مشکلاتی که براش پیش اومده نمیتونست بیاد و بنده انشاءالله در خدمتتون هستم برای درس مطالعات امیدوارم که بتونم مطالبی که لازم هست رو به شما انتقال بدم فقط یه نکته بمونه که شاید نداشته باشید و از این الان شما اطلاع پیدا بکنید ما تدریس هایی که انجام میدم هر فصلی و یه دونش رو اعلام میکنم که جلسه بعد کنفرانس دارم و به صورت حضوری باید کنفرانس بدید یعنی داخل چیز آنلاین و پنج نمره هم داره جز نمره مستمرتون هستش که موقعیش هم که فعالیت ها اینا هستش که داخل شاد میفرستید و 20 نمره تو جمعاً به وجود میاد که میشه یکی از نمرات مستمرتون بعد این کنفرانس حتما داشته باشید که بسیار سودمنده و من بسیار تأکیدم دارم روش خب بچه ها درس دهم درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی و علمی و فرهنگی ایران تو دوره صفویه میخوایم صحبت بکنیم شما تو درس قبل خوندید که در حکومت صفویه اقدامات زیادی صورت گرفت بخصوص تو دوره شاه عباس که قدرتمندترین
پادشاه دوره صفویه بود و اقدامات زیادی رو برای اقتدار ایران انجام داد خوندید و پایتخت صفویه اصفهان الان وقتی که ما میریم نگاه بهش میکنیم خودش گواه همین مطالبی که ما امروز میخواییم بخونیمش. از باز زندگی اجتماعی امروز باید بررسی بکنیم. ویژگی‌های خاصی داخل این دوره وجود داره. خب تو قبلا نگاه کنید ایران بیشتر جمعیتی که داشته جمعیت روستانشین بودنه و اشایه بودنه که نه یک ساعت نیم فهمید آه این فهمید نه این میکنه بکر بزنیم اینجا این خوشحاله سنجابی داره اینجا اینطوری هیچ الان ازشون بگرد بچه صدا بگرد کنفرانس اینا رو فهمیدید یا نه؟ خب از اول توضیح میدم. بچه‌ها نگاه کنید ما تو روش تدریس هم کنفرانس گنجانده شده و شما باید هر فصلی که دو تا درس هست یه درسش رو کنفرانس بدید و یه جلسه رو کلن مختص کنفرانس میذاریم انشاءالله و شما درسی که مثلا اعلام کنید مثلا درس در جلسه یادم مثلا کنفرانس میخوام بگیرم دیگه همه باید آمادگی کنفرانس رو داشته باشن. از هر دانش آموز یه قسمتی رو من کنفرانس میگیرم، همه یه درس هم نیست، ولی شما مجبورین که همه درس رو کنید چون نمیفهمید که کدوم قسمت رو من ازتون میخوام کنفرانس بگیرم. دیگه مجبورید کل درس رو بخونید، ولی موقعی که کنفرانس میدید فقط یه قسمتی از هستش. 5 نمره داره این قسمت و انشاءالله که بتونید این 5 نمره رو کسب بکنید و 15 نمره دیگه هم که حضور داخل کلاستون و بعد فعالیت های دیگه که براتون میگم و یادداشت میکنید و عکس میگیرید تو شاد میفرستید اونا هم موقعی 15 نمره هستن که جمعا با یه 5 نمره میشه 20 نمره. نمره مستمره فصل مثلا 6تون هست یا مثلا فصل 5تون هست. خب خودمون که معرفی کردن صدامون نفهمیدید؟ خب بنده پرخدر هستم این جای خسروی اومدیم برای آقای خسروی مشکلاتی که برایش پیش اومده ما یه چند سبایی در کنار شما هستیم انشالله که بتونیم در کنار هم بتونیم استفاده ببریم از هم دیگه. خب میریم درس رو شروع کنیم. همونطور که براتون گفتم که درسمون درباره اوضاع اجتماعی اقتصادی علمی و فرهنگی ایران تو عصر صفویه هستش که تو درس قبل شما درباره پادشاهان حکومت صفوی مطالبی رو یاد گرفتید و فهمیدید که تو دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب و شاه عباس که براتون گفته بود از این نزدیک 9 تا شاهی که تو دوره صفوی حکومت میکردن و شاه سلطان حسین که دیگه آخرش بود و حکومتشون تقریبا چیز شد نیمه تموم ماند. یعنی حالا اوضاع اجتماعی شد تو زمان این پادشاهان میخواییم بررسی بکنیم چون دوره صفویه دو مقطع داره. یه مقطعش که به سبب قبل از شورش افغان ها بود که میان اصفهان میگیرن و حکومت صفوی قطع میشه و تو درس بعدی رو خواهیم خوند که دوباره نادر میاد و حکومت صفوی رو احیا میکنه، دو تا پادشاه میاد دوباره دیگه حکومت صفوی کلن ساقط میشه و نادرشاه میاد و یک کار و افشاریان رو وجود میاره. خب الان میخوایم درباره زندگی اجتماعی مردم ایران تو دوره صفوی بگم. تو دوره صفوی بچه مردم بیشتر روستانشین بودن، بیشترین جمعیتی که داخل ایران وجود داشت که از 10 میلیون نفر جمعیتی که داخل ایران تو دوره صفوی زندگی میکردن 10 میلیون نفر. جمعیت ایران
دوره صفویه در بین فرق اینا جمعیت داشته، جمعیت خیلی خوب بوده، یعنی اون زمانی که به حساب ایران وجود داشته در بین فرق یه جمعیت پر جمعیت داخل جهان محسوب می شده و این در میلیون نفر بیشتر اونا بالای 80% داخل روستاها زندگی میکردن و اشاریه بودن و بیشتر مردم هم که کارشون رو گفتین چی بود؟ کشاورزی بوده و یا دامداری بوده و بعضیشون که تو صنایع کار میکردن که بیشتر صنایع بافندگی بوده یا نساجی. خب اینا کارهای روستاییان بوده، بیشتر درآمد حکومت هم از این روستانشینان بودن، نسته تا مجموعه که تو اون موقع وجود داشته روستاییان و اشاریه و شهرنشین ها، اینا ستا مجموعه جمعیت ایران بودنه، بیشترین جمعیت روستاییان بوده، بیشترین درآمد هم از اینا بوده، بیشترین یعنی بیشتر مالیات هایی که میگرفتنه از اینها گرفته میشده، یعنی از روستاییان بیشتر گرفته میشده چون جمعیتی بیشتری داشتنه و درآمدشون هم برای بیشتر بوده و اشاریان بعد از اون آخر هم میگرفتنه و در آخر شهر میشینه که جمعیتشون خیلی کمتر بوده، تقریبا 15% جمعیت 15% جمعیت دمیلیون ایران کوچنشین ها بودن، هیچ بخش شهرنشین ها بودن. تو اون دوره وضعیت زندگی اجتماعی مردم به شکلی بوده که اروپاییان نسبت به زندگی اجتماعی ما به خصوص روستاییان غبطه میخوردن. مثلا شاردن یکی از میگردشگرا و تجاری که میومده ایران تو دوره صفویه و تجارت میکرده یک کتابی نوشته از اون موضوعاتی که داخل ایران میدیده، حالا تو بخش اجتماعی و علمی هر چیزی که میدیده یادداشت کرده و اشاره کرده به زندگی روستاییان اون موقع ایران، میگه که از لحاظ زندگی وضعیتشون خیلی بهتر از تصویر خلال بچه ها مشکل اینترنت ده احتمالاً که مشکل اینترنت باشه و صدا خوبه که ها تصویر چی؟ میگم چی؟ صدا خوبه که ها خب صدا رو الان فعلا داشته باشیم، اون تصویر پیشکش چون بخاطر اینترنت ضعیف ممکن باشه کم و زیاد میکنه، حالا اینترنت رو شاید ضعیف باشه. خب بچه ها این شاردنه میگه که وضعیت اجتماعی روستاییان وضعیت زندگیشون خیلی بهتر از وضعیت زندگی روستاییان داخل اروپا بوده و حتی بهش غبطه میخوردن به این خاطر، بخاطر اینکه حکومت صفویان به کشاورزا خیلی رسیدگی میکردن چون بیشترین مالیات ها رو روشون ایجاد میکردن، مجبور بودن که بیشترین امکانات عمرانی رو تو بخش روستایی به وجود بیارن. شهرنشین هایی که اون موقع بودن یکیشون روستایی ها این چیز بوده، شهرنشین هایی که تو اون موقع زندگی میکردن افراد حکومتی بودن، فرماندهان نظامی بودن
شهر زندگی میکرد. نبکنید اینا تمام افرادی بودنه که داخل شهر زندگی، یعنی یه قشر خاص بوده افرادی که مثلا عمومی بودنه داخل روستا زندگی میکردن، اگه بشه کشاورز و داندار اینا بودن. این افراد سندگیر ها، پیشدار ها، بزرگان ها، بوهانیون و فرماندهان نظامی، افراد حکومتی، اینا داخل شهر زندگی میکردن. خب تو دوره صفویه از لحاظ صنعت شکوفایی صنعت تو دوره صفویه اتفاقی بسیار خیلی خوب بود. یکی از دلایلی که صنعت تو دوره صفویه ایجاد شد به خاطر ارتباط ما با کشورهای اروپایی بود که بیشتر از زمان شاه عباس اتفاق افتاد و رابطه تجاری که با کشورهای اروپایی ما داشتیم باعث شد که محصولات افرادی که داخل ایران تو بخشای صنعتی داخل این زمینه کار میکردن که بیشتر تو بافندگی نساجی بوده باعث شد که به کشورهای دیگه هم انتقال پیدا بکنه. غیر از این مثلا تو بخشای خشکوار هم بود، تو پارچه‌هایی که مخملی بودن، پارچه‌های ابریشم به خصوص، پارچه ابریشمی تحت حساب حمایت شاه عباس اول بود، چون کل اکثرا این پارچه در حیطه خودش بود تجارتش و امتیازش مال شاه عباس بوده. و یکی از دلایلی که صنعت پیشرفت کرد بخاطر اینه که درباریان حکومتی با خصوص شاهان خودشون تو بخش صنعت اصلا سرمایه گذاری میکردن. مثلا خود شاه عباس مالک خیلی از این صنایع بافندگی و نساجی که داخل ایران بود، بخصوص داخل شهر کاشان که داخل مثلا یه روستاش نزدیک 1000 تا کارگر رسندگی بافندگی اون موقع واقعا زیاد بوده، تعداد 1000 تا خیلی بوده. مثلا آران بیدگل که امروز ما بهشون میگیم دو تا از شهرهای بسیار معروف هستن طرف کاشان، اینها جز اون منطقه‌ای بودن که رسندگی و بافندگی کارگاه‌های زیادی داخلش وجود داشته. پس بیشتر صنایع ما اولش تو مقام اولش بافندگی بوده. خب این بافندگی حالا یا پارچه‌های مخملی بوده یا حریر بوده و یا ابریشم بوده. این سه تا تو صنایع بافندگی بوده. در کنار اینا ما فرش هم داشتیم که از همون زمان کاشان تو رتبه اول بوده. بیشتر کارگاه فرش بافی داخل کاشان بوده و تو جهان از همون موقع فرش کاشان خیلی معروف بوده. این معروفیتی هم که الان داره مربوط همون از قدیم تا الان هستش. مردم اونجا سینه به سینه این صنایع فرش بافی رو که به صورت سنتی هم بوده و دستی بوده از قدیم تا الان داشتن و توی جهان همیشه حرف اول رو میزدن تو فرش. خب ما صنایع دیگه هم داشتیم غیر از صنایع بافندگی داخل دوره صفویه. صنایع دیگه هم داشتیم مثل صنایع کاشی. هم کاشی اصفهان هم الان هم کاشی معروفی هستش. هم اون زمان هم بیشتر مردم که تو این صنعت کار میکردن مال اصفهان بودن و چون پایتخت بوده به هر حال بیشتر صنایع هم در اونجا واقع میشد دیگه و مهمترین حساب صنایع بعد از بافندگی یعنی این کاشی اینا بوده، تولید کاشی بوده. یا چینی میزدن، ظروف چینی، یا مثلا چرم، کار چرم بوده، یا مثلا رنگرزی بوده و نمیدونم درست کردن صابون و از این حرفا و
دیگه جواهرالات رو مثلا درست میکردن، مثلا عقیق و ازیرف و یا مثلا طلا. الان بیشتر مثلا طلا فروشی که مثلا اینجا تو منطقه خودمون هستن بیشتر طلاهاشون رو میبرن اصفهان مثلا آب میکنن یا میفروشن و اینا. دیگه سابقه تاریخی داره که از دوره صفوی این اتفاق داخل ایران وجود داشته تا الان. و مهمتر از اون، از زمان شاه عباس جنگ افزارهای سنتی بودنه. جنگ افزار سنتی منظور شمشیر و نیزه و نمیدونم این تبل و زره و از این چیزا بوده که بعد که به صاحب شاه عباس سلاح توپ و تفنگ رو از انگلیسی ها وارد ایران میکنه، باعث میشه که ما صنایع توپ و تفنگ رو هم اضافه بکنیم به این جنگ افزارها. خب این از لحاظ صنایع که براتون توضیح دادم. صنعت و دوره صفویه، شما یه تصویر هم اینجا به یه داخل کتابتون داشته باشین. این سه مورد رو کتاب من، این کتاب بکنم ما پارسال باشه، شاید مال شما نداشته باشه. نگاه کنید، اینا نمونه هایی از همون کاری هستن که در دوره صفویه تو صنعت انجام شده. اینجا یه استرلاب نشون، استرلاب همون افلاک نما هست، یعنی چیز میکنن فصل ها رو به ما نشون میده. این تقویم خودمون هست که مثلا تقویم درست میکنیم، این هم به این شکل هستش. تقویم ها به صورت استرلابی داخل اون دوره وجود داشته. خب مطلب بعدی که بخواییم بررسی بکنیم تجارت هست. تا قبل از اینکه دولت صفویه به وجود بیاد ایران یک پارچه نبود، تکه تکه تمام بود و یک پارچگی توش وجود نداشت، وحدت بین مردم وجود نداشت. وقتی که وحدت بین یه ملتی وجود نداشته باشه امنیت هم داخلش نیست. به این خاطر چون امنیت تو ایران نبود تجارت تو ایران خیلی کم صورت میگیره، چون ریسک براشون بود. اون موقع هم دزدان سر گردن و غارتگیرا اینا که زیاد بودن. وقتی امنیت نباشه که به صورت سرمایه گذاری بکنی توی بخشی دیگه نمیری طرف اون، و باعث میشه که تجارت داخلی کمرنگ باشه. الان تجارت خارجی دیگه جای خودش، که ما با کشورهای دیگه ارتباطی نداشتیم چون حکومت قوی نداشتیم تا قبل از صفویه. بعد از که تیموریان از بین رفتن ایران حکومت قوی و مرکزی نداشت. ولی وقتی که صفویه تشکیل شد ما هم یک پارچه شدیم. یه دلیل رونق تجارتمون یک پارچه بودن کشورمون بوده، یعنی یه دست بودن. یه دلیل دیگرش امنیت بوده، امنیتی که دولت صفویه ایجاد کرد. بچه ها صدای من ندارید؟ بچه صدای ما دارید؟ دارید؟ چرا نوشتید که گفتین صدا رفت؟ آقای مشتاقی شما صدای من دارید یا ندارید؟ تصویر چی آقای مشتاقی؟ آقای مشتاقی با مشکل مواجه بودید. حالا دیدیم دونم چه مشکلی پیدا کرده، صدای ما رو نداره. یکی میره میاد بچه ها، بخاطر این اینترنته دیگه ما نمیتونیم کاری باش کنیم. یک کلاسی که به صورت آنلاین برگزار میشه همین مشکل رو داره برای. خب میریم دنبالش. در روی امنیت، امنیت یکی از دلایل تجارت دولت صفویه بوده. چرا؟ چون که حکومت صفویه با ایجاد یک سپاه منظم و خصوص تو دوره شاه عباس موفق میشه که امنیت رو تو سراسر ایران حاکم بکنه، و
و دوباره اعتماد تجار و بازرگان ها رو برگردونه که بیان داخل این بخش و خود دولت هم که ازشون حمایت میکرده این بخش دوباره راه اندازی بشه. یه دلیل دیگه، یعنی سومین دلیلی که واسه رونق تجارت میشه، ایجاد راه و کاروانسرا. نگاه کنید، کاروان راه که انسان بوده راه توسعه پیدا کرد. الان بیشتر راه موقع راه شوسه و خاکی اینا بوده، مثلا که آسفالت نبوده و بعضی جا اصلا راه وجود نداشته که با دست و اینا این رو ایجاد میکرد، چون قبلا اصلا نه گودری بوده نه بلدوزری و قلده که این رو چیزا هیچ وجود نداشته، همه راه رو که مثلا درست میکردن با بید و پلنگ و منسیل و از یه عرفا درست میکردن، خودشون با دستشون تسکی میکردن، اونم عرابه ها فقط بودن، مثلا یه پیشرفت ترین وسیله هم رو نبودشون، تو خاکی عرابه ها بودن، ماشینی نه که نبود. بعدش کاروانسرا. الان شما اینجا تصویر یک کاروانسرا میبینید، نگاه کنید این یک کاروانسرا تو دوره صفویه هستش که داخل اصفهانه، گفته تو ایزدخواست اصفهاناره، چون راه ها اون موقع خیلی دور بوده، واقعا وقتی که مردم میخواستن تجارت بکنن راه ها خیلی دور بوده، مجبور بودنه که در بین راه استراحت بکنن، به این خاطر دولت میومده یا حکومت میومده براشون کاروانسرا میزده، یعنی یه جای استراحت. حالا دو منظور استفاده می‌کنم، اینم رایگان بود و ساعتی که مثلا می‌رفتن داخل اینجا، نه مثلا الان که مثلا بین راه مثلا برید داخل یه حساب میمونسرای باید پول بدی و از یه حرفا استراحت کنید، اون موقع رایگان بوده، همه کسانی که بازرگان اینا بودن میومدن مثلا یه مسیری می‌رفتن یه کاروانسرا می‌رسیدن، شب می‌شد اونجا دیگه می‌موندن، هم از لحاظ امنیتی بهتر بود، چرا چون که مثلا کاروانای دیگه هم اونجا بودن و حتی توی کاروانسرا میتونستن مبادله کالا هم با کاروانهای دیگه انجام بدن و کالاشون هم اونجا رد و بدل بکنن و بفروشن دیگه، نه خواهد مثلا تا شهر مثلا بعدی هم بگیم، بعضی وقتا اینطوری هم اتفاق میافتادن. اینا مزیت های کاروانسرا بودن. خب کاروانسرا ها واسه رونق تجارت شدن که برقرار خودش یه ایده خیلی خوب بوده که تو دولت صفویه بهش پرداخته بودن. بعد ایجاد بازار، چون ما وقتی که یک کالای تولید میکنیم نیاز به بازار هم داریم، شما ببینید داخل اصفهان مثلا بازار قیصریه که تو میدون نقش جهان دور برش کلن این مغازه هستش، مال دوره صفویه هستن، این بازار بزرگ رو تو اون دوره ساختن که تجارها بتونن اینجا تجارتشون رو یا مثلا فروش کالاهاشون رو داخل اصفهان تو پایتخت انجام بدن و این نکته خیلی خوبی بود برای تجار که یه جایی هست که میتونن کالاهاشون رو به فروش برسونن، یعنی اطمینان دارن که کالاهاشون رو دستشون نمیمونه. این بازار قیصریه یکی از بزرگترین بازارهاییه که تو میدون نقش جهان اصفهان هم هست، اگه رفتید میتونید اونجا ببینید، الان رفته باشه یا نرفته باشه. بعد یکی از منابع درآمد حکومت عوارضی بوده که از کاروانهای تجاری میگرفتنه، چون ما هم بسیار کاروانهای داخلی داشتیم هم کاروانهای خارجی داشتیم، مثلا اون راه ابریشم که از کشور ما عبور میکرده، کشوری مثل چین و شرق آسیا اینا که میخواستن برفتن اروپا حتما باید از تو ایران رد میشدن، به این خاطر ایران اونجا مثلا عوارض ازشون میگرفته برای عبور مرور از کشورشون، یا خود همین کاروانه تجاری داخلی هم حالت مالیاتی یه حساب عوارضی رو به حکومت پرداخت میکردن.
از لحاظ این تجارت داخلی بوده، تجارت خارجی هم چون ما با کشورهای اروپایی به خصوص از زمان شاه عباس رابطه برقرار کردیم، این فرصت پیش اومد که شرکت های تجاری اروپایی هم پاشون به ایران باز بشه و اجازه پیدا بکنن که داخل ایران تجارت بکنن. به این خاطر خیلی از این تجارها حتی به صورت جهانگردی هم داخل ایران حضور می‌داشتن و داخل ایران تجارت می‌کردن، بخصوص داخل شهر اصفهان که پایتخت محسوب می‌شد. تو تجارت مثلا ابریشم که پرسودترین کالای صادراتی اون زمان بوده و در اختیار شاه عباس هم گفتیم بود، داخل تجارت خارجی با تجار خارجی مورد استفاده قرار می گرفته. خب اینم از این مطلب. حالا میریم بر سر شکوفایی علمی و فرهنگی. خب بچه ها، کسی از زمان صفویه تو بحث علمی میدونید چه کسی بهتر از همه بوده؟ یه فردی که خیلی نقش داشته تو بخش معماری و تو بخش علمی، حتی نجوم و اینا، میشناسیمش کی هست؟ با علی محمد معروف به شیخ با شیخ بهایی از دانشگاه مشهد. احسن، بارکلا. یه کاری از شیخ بهایی میدونید چی بوده که خیلی کار بزرگی باشه انجام داده باشه؟ بزرگی صفویه بلدی بگی برامون، چیزی ازش فهمیدی؟ نه آقای، نه تا حالا ازش نفهمیدی که چی کاری انجام داده؟ خب آقای اکبرزاده، ساخت گرمابه. آفرین، ساخت گرمابه. بارکلا، گرمابه در اصفهان که آب آن با یک شمع گرم میشد. طراحی و معماری مسجد چهارباغ و طراح ریزی. تشکر اینو شدید. آقای اکبرزاده. سلام. سلام میاد؟ سلام. آره صدات میاد. خب آقای اکبرزاده، الان ما درباره رونق تجارت صحبت میکردیم، گفتیم یکی از دلایلی که باعث رونق تجارت شد چی بود؟ آقا یکی از دلایلش این بود که خودتون گفتید زمان قدیم مثلا راهزن های میمادن سر گردن ها اینجا بایی میسادن کمیل میکردن. بعد میمادن خب چرا ایناش چی میگن این محصولات و این چیزی که به تجارت استفاده میکردن و میبردن و میدزدیدن. بعد تو زمان تاریخ یمن اول از همه که یه ذره راه ها بهتر شد، بعد کاروانسرا زدن که دیگه مثلا شب که میخواستن برفتن ایور اوور کاروانسرا استراحت میکردن، بعد دیگه همونجا هم مثلا مبادله داشتن میشه انجام میدن، نمیخواستن که مثلا حتما به مقصد برسیدن. احسن، تشکر. آقای سالی، آقای سالی صدا تو
های سالهی میکروفون تونو باز کنین های سالهی آقای سالی سلام آقا خوبی خوشی سالی جان بله آقا ممنون شما آقا خوبید سلامت باشی سالی تو دوره صفوی صنعت صفوی به چی معروف بوده بیشتر آقا فرش آفرین فرش یعنی بیشتر تو چه صنعتی بوده نه فرش یعنی بیشتر توچه صنعتی بوده نه؟ فرش بافندگی آفرین تو بخش بافندگی آفره. بوده بخش بیشترین شهری که اتفاق میفته کجا بوده؟ کاشان ها گفتی نه یه اسم که اسمی لازم یه اسمی گفتی آه آرانا اسمش چی بود؟ آرانا کاشان دیگه همون درسته کاشان یه لازم کاشان دیگه همون درسته کاشان آقا درست به آقا پس درست بوده کاشان آقا گفتیم خب تشکر این هم بود توضیح میدهید متشکرم کاشی مال اصفهان بود فرش بود کاشان متشکرم اوکی خب بارکلا پس معلوم بود که حرفای ما رو خوب گرفتید تا حالا گفتیم یه کمی از خستگی و بیاری در بیاریم یه چند تا سوال بکنیم که خشکی خالی نباشه که داست بچه ها مطلب بعدی در باید علم و فرهنگ تو دوره صفویه مخاطری هم مثلا ایرانی ها همیشه از لحاظ علمی خدمت زیادی داشتن واقعا و سعی میکردن که بهترین ها باشن در دنیا و اون موقع ما دانشمندهایی داشتیم که همه کشورها از داشتنشون غرته میخوردن و ما پیشتاز علم داخل جهان محسوب میشدیم و کارهایی که انجام میدادن حتی بعضیشون الان هم که هستش نمیتونن دیگه انجام بدن اصلا همین ببخشید این شیخ بهایی کارها رو تو بخش معماری بسیار زیاد انجام داده چون ما تو بخش معماری اگه به اسپان برید جای زیادی برای معماری وجود داره مثلا مسجد چهارباغ داخل اصفهان یا مثلا خود مسجد چهارباغ یا مثلا مسجد شیخ لطف الله میدون نقشجان که بازار قیصریه هستش یا مثلا منار جنبون یا مثلا همین گرمابی شاه عباس یا مثلا همین حرم امامان شیعه با خصوص مثلا امام رضا اینا رو شما مثلا تو دوره صفویه ساختن دیگه یا مثلا تو قزوین که یکی از پایتخت‌های صفوی هستش به دوره شاه تماسب براتون چهل ستون رو آورده چون ما دو تا چهل ستون داریم یکی چهل ستون داخل اصفهانه یکی هم داخل قزوینه هر دوتاش پایتخت بودن یکی بودی تو دوره پادشاهان متفاوت یکی شاه تماسب بوده یکی شاه عباس تو هر دوتاشون چهل ستون هست بدی این تصویری که اینجا براتون گذاشته به قزوینه یا کاخ خورشید که داخل تبریز هستش اینا همه آثاری هستن که بر جای گذاشته از زمان قدیم هستن و نشون میده که از لحاظ معماری ما مهندسان خیلی خوب یا تو موقع داشتیم مسجد، مدرسه ها، کاخ ها، پل ها پل معروف سیوسه پل یا علاوردی خان تو امین اصفهان یا مثلا پل خاجو اینا جز پل معروف ایران تو دو زمان قدیم هستن کاروانسرها رو براتون گفتم که تعدادشون زیاد بوده در بین راه ها اینا همه پیشرفت های معماری ما رو دوره صفوی نشون میداده خب از لحاظ آموزشی ما چه بساط پادشاهان چه مقام های کشوری چه مدرسه ها کتابخونه ها داخل دوری صفویه بیشتر تو پای تخت به وجود می اومدن و ساخته می شدن و تو اون زمان داخل این مثلا مدارسی که اون موقع وجود داشته تو دوری صفویه یه علم جدید هم اومد وارد شد که بیشتر بهش اهمیت می دادن علم شیعه که اون علم تفسیر و فقه و حدیث باشه که دنبال حساب احادیث امامان شیعه
که وجود داشت پراکنده بود اینو مثلا براش یه مثلا کلاس گذاشتن که حوزه علمیه که الان وجود حوزه علمیه پام اینا برگرفته از همون موقع هستش. یا مثلا تو بخش‌های مختلف مثل ریاضی، ادبیات، فلسفه، نجوم با خصوص خیلی ما افرادی داشتیم که مثلا این خود شیخ باها تو چند رشته مثلا بوده، هم تو معماری بوده، هم داخل این نجوم بوده، هم تو ریاضی بوده، یه آدم متبهری بوده، چند رشته‌ای بوده واقعا. یا مثلا افرادی مثل میردامادی یا ملا صدرا جز فیلسوفان بزرگ جهانی هستن که تو جهان امروز نظراتشون داخل دانشگاه معتبر جهان هم مورد استفاده قرار میگیره. یا مثلا علامه محمد باقر مجلسی جز افرادی بوده که تو بخش مذهبی کتاب‌های زیادی رو نوشته. اینا در کل بخوایم بگیم علم تو دوره صفویه بخواده که پادشاهان زیاد بهش اهمیت دادن، با دادن و سرمایه گذاریش کردن و زمینش هم وجود داشت، پیشرفت زیادی اون موقع حاصل شد داخل ایران. ولی تو بخش ادبیات اگه بخوایم نگاه بکنیم شعر زیاد پیشرفت نکرد تو دوره صفویه، چون شاهان دوره صفویه زیاد به شعر و شاعری علاقه نداشتن. فقط یه زمینه شعر تو دوره صفویه تونست حساب پیشرفت بکنه، اونم زمینه مذهبیش بود. اونایی که مرسی سرایی میکردن، یعنی درباره امامان شیعه و اینا یا مذهب شعر میگفتن، مثل صاحب تبریزی یا مثلا بیدگودی یا معتشم کاشانی، اینا افرادی بودن که تو بخش مرسی سرایی شعر میگفتن. خیلی زمینه که داخل دوی صفوی زیاد تو شعر اهمیت داده شد داخل ادبیات. ولی بخش تاریخ نویسی خیلی پیشرفت کرد، چون حکومت صفوی به تاریخ خیلی اهمیت میداد، یعنی تمام اقداماتی که انجام میداد اینا دوست داشتن که ثبت بشه و تاریخ نگار بشه، و به همین خاطر این بخش حساب علمی داخل کشور ما تو دوره صفویه پیشرفت زیادی کرد و اهمیت زیادی بهش داده شد. تو بخش هنری ما فرد بسیار زبده‌ای داریم به نام استاد میرآماد که مربوط به دوره صفویه است و ایشون خوشنویس ماهری بودن. شاید تو کتابتون یه نسخه از این خطه نستعلیقش هم براتون گذاشته باشه. بیشتر کتابایی که تو اون زمان نوشته میشد به خصوص با خط نستعلیق توسط استاد میرآماد نوشته شده که تو قزوین زندگی میکرده اون موقع تو دوره صفویه. کارهای دیگه هم از لحاظ هنری وجود داشته، مثلا نقاشی یا مثلا خاتم کاری. خاتم کاری مال این روی جواهرالات کار میکرده، مثلا عقیق و اینا، یا مثلا نقره، بیشتر تو کار انگشتر اینا بوده، این خاتمکاری رو به اینا انجام میدادن. یا مثلا کار کتاب آرایی انجام میدادن. کتاب های خود شامل چند تا بخش هست، یکیش خطاطیه، یکیش تصویر نقاشی کردنه، یکیش جلد ساختن همون صحافی که خودمون رو میگیم، و یکیش لعاب همون تذهیب دادن که تو دوره صفویه جزء هنرهای ایرانیان محسوب می شده. خب یه موردی تو بخش علمی براتون یادم رفت بگم درباره شیخ باها. شیخ باهایی اینقدر آدم بزرگی بودی که کارهای بسیار بزرگی انجام داده. یه چند تا نمونه شو براتون میگم مربوط به کار شیخ باها هستش. نمونه یکش مثلا همین حمام شاه عباس که معروفه تو اصفهان. این حمام دو تا چیه خیلی قشنگ داشته. یک موردش مربوط به اون اتاق موسیقی بوده که روی شاه عباس نواخته می شده موقع حمام کردن. خب این به این شکل بوده که موسیقی زنا می رفتن داخل یه اتاقی، اتاق کوچولو،
و اونجا موسیقی رو می نواختن، بنده رو می بستن، می رفتن خلاش. هر گوش عباس می اومده که همون بکرده، این دریچه ای داشته، دریچه رو باز می کردن، اون موسیقی خودش این نوار شروع می کرده به پخش شدن. حالا تا الان هم کسی ندونسته و ندونسته کشف بکنه که به چه شکلی این اتفاق می افتاده. یا مثلا خود حمامش که با یه دیگ بزرگی داشته و آبش گرم می شده، وسیله یک مشعل کوچیک، شمع که مثلا می سوزه آب میشه میره، ولی این با یه مشعل از دوره صفویه تا بر زمان قاجار تا آخریناش این شمع روشن بوده و موقع استفاده می شده. خب تحقیقات انجام میدن که شیخ با چطوری این کار انجام داده. شیخ با تا اومده رفته از همون چهار فاضلابی که مربوط به حمام بوده و دستشویی اینا بوده، قرار گازهایی داخلش وجود داره، گاز متصاعد شده از این چهار دستشویی رو کلا متراکم میکرده و از طریق لوله های سفالی میبرده و به این مشعله وصل میکرده. گاز، این گازی که خودمون استفاده میکنیم. این شیخ با تو اون موقع سال 700 خورده هجری اون رو انجام میداده. بعد یه مورد دیگرش مثلا که انجام میخواست بشد ولی نشد، یعنی امام رضا خودش اجازه نداد، تو خواب معمار اومد و نذاشت اتفاق بیفته، قرار بود شیخ باها درب ورودی حرم امام رضا رو طوری بسازه که فقط شیعیان میتونستن ورود کنن، یعنی غیر شیعه کسی نمیتونست دیگه داخل حرم بشه. که امام رضا اومد توی خواب و معمار رو گفت که در خونی ما بر همه بازه، اونطوری که ما میگیم انجام بده کار شیخ باها نداشته باشون. شیخ باها رفته بود سفر بغداد و اینا و وقتی برگشت که این رو این مطلبی دید، در اینجوری دید، اعتراض کرد و اینا، گفت که خود حساب امارزا تو خواب اومده این کار کرد. خب حالا بعد دانشمند ها تو زمان اخیر اومدن تحقیق کردن که چطوری شیخ باها میخواست همچین دری بسازه که فقط شیعه بتونه وارد بشه. از لحاظ روانشناسی آدم ها از بعضی از رنگ ها، بعضی اعداد، بعضی از کلمات بدشون میاد، یعنی وقتی میبیننشون چندششون میشه و نمیرن طرفش، ازش دور میشن. میخواست از این حربه داخل ساخت این دفتر چیزایی مثلا اشکال هندسی، نمیدونم کلمات، خطاط یا رنگ ها اینا ترکیبی استفاده بکنه روی در، که وقتی که غیر شیعه اینو میبینه دیگه طرفش نیاد، نمیتونه بره داخل. به این شکل بوده. اینا کاری بودی که شیخ با انجام ده بوده. الان ما یه افتخار هم میتونیم داشته باشیم که سال 2009 سال 2009 رو به نام شیخ باها ثبت کردن تو جهان. دیگه این افتخار بزرگی برای ایرانی ها بود که سال نجوم و شیخ باهایی نامگذاری شد، چون خود شیخ باها تو بخش ستاره شناسی هم کاری زیادی انجام داده. مثلا این افلاک نمایی که براتون نشون دادم این یکی از کاری شیخ باها بوده، یا تقویم هایی که امروز وجود داره یکی از کارهای شیخ باها است. مطلب آخری که میخوایم توی درس دربارش صحبت بکنیم درباره جشن ها و آیین ها هستش. ایرانی ها خودشون جشن کم نداشتن، آیین و اینا کم نداشتن، از زمان های بسیار قدیم، زمان هخامنشیان بگیر تا بیادی و ما جشن های زیادی داشتیم که بزرگترین همش مثل جشن نوروز بوده، جشن زمستون داشتیم که جشن سده بوده، جشن مهرگان داشتیم که تو پاییز بوده، یا مثلا جشن برداشت محصولات تابستانی بوده، جشن مثلا پایان پاییز بوده، جشن یلدا بوده که شروع حساب سرما بوده. اینا همه جشنه بودن که تو زمان قدیم تو ایران وجود داشتن و تو دوره صفوی هم ادامه دار بود. منطقه از زمانی که شیعه حکومت صفوی تشکیل شد، چون مذهب شیعه رو داخل ایران رسمی اعلام کردن، این به حساب اعیاد و جشنها و مراسمهای جدید هم تو ایران به وجود اومدن، مثل مثلا سینه زنی، تعزیه، زنجیر زنی، روزخونی که مثلا مربوط به امام حسین هستش،
اینا از زمان صفوی تو ایران باب شده. یا مثلا همین تولد امامان شیعه که ما جشن میگیریمش، یا مثلا عید فطر، عید سید قربان، عید غدیر، اینا از زمان صفوی به بعد به سمت ما به وجود اومدنه. اینا اعیادی بودنه که تو زمان صفوی بهش اهمیت دادن و کم کم داخل ایران جا افتاد. جشن نوروز گفته که تو دوره صفوی شکل خاص خوبی داشته. مثلا وقتی که نوروز می شده، عید مثلا سال تحویل می شده، دمام می زدنه، سنج می زدنه، شیپور می زدنه که برای مردم اعلام بکنن که سال داره چی میشه؟ تحویل میشه. وقتی مردم اطلاع پیدا می کردن، همه شون می اومدن حالا یا تو مسجد یا تو میدون یه جای جمع می شدنه و شروع به خوشحالی می کردنه. حالا رقصی، پایکوبی، بندی، هرچی به سایی داشتنه انجام می دادن. و بعدش کسانی که مثلا نمایش بازی میکردن، برای مردم نمایش در میوردن، مردم میخندیدن، نمیدونم جوک میگفتن برای مردم، مردم خوشحال بکنن برای تو اون روز نوروز. بعد که این مراسم تموم میشد، دیگه مردم هر کی به صورت اختصاصی میرفت و خونی عوام خیشان خودشون سر میزدن و هم دیگه عید مبارکی به هم میگفتن و شب نشینی میکردن و برای هم دیگه تعریف میکردن، خوش میگذشتن. برای اینا شیوه نوروز بوده تو دوره صفویه که یه جشن بوده که ترکیبی از جشن ایرانی و اسلامی به وجود اومده بود داخل دوره صفویه. خب این بود درس دهممون. درس زیاد سنگینی نیست، درس شیرینی هم هستش و انشاءالله ما جلسه بعدی از همین درس کنفرانس میگیریم. چون درس یازده کمی سنگینه براتون، بخواهی کنفرانس بدید با یک کار سبک کارمون شروع بکنیم بهتر هست. نظرتون چیه؟ خوبه؟ آقای رفای فرد چیه یه بار دیگه بگم؟ آقای رفای چیز تو باز کن؟ فعالی میکروفون تو باز کن؟ آقای رفای میکروفون تو باز کنی؟ آی نوشادی دست میکروفون تو باز کن. آی نوشادی آقا سوا هست؟ بله آقا میخواستم بگیم آقا اگه میشه مثلا آقا این صفحات معلوم کنیم مثلا ما این صفحه که بخوریم میشه بهتر آقا. نه نه خیلی زرنگی ما میخوام که درست نه نه یکی از فلسفه بسیار کنفرانس گرفته من اینه که کل درس یاد بگیری، نه یه صفحه خاصیه. یعنی الان وقتی شما میرید کل درس رو میخونید، وقتی که ما میخوام امتحان ازت بگیرم دیگه این داخل این درس فول و فولی هر سالی باید بدم نه آقا آقا مثلا ما این صفحه که میگم این صفحه که بودی بلده میخواه میشونم گوش من صفحه برای کسانی که دیگه میفهمم باشی این آقا نه بهتره اینطوری خودت بهتره خودت بخونی بهتر از اینه که از ایران بفهمی تو نظرت بیشتر میمونه. بعد میای سر کلاس یه چیزی که خود خوندیه گوش میگی برای باقی اونا گوش میگیرن ما باقیش هم دوباره تکرار میشه برای تو. یعنی یه درسی ممکنه 20 بار برات درس بدن. ممنون. خب پرمیان زیارتی صدای من رو باز کنم. آقای پرمیان بفرمان صدات بازه در خدمت هم
سلام میام. بله خوبی های پرین؟ ممنون. آقا نگم یک کنفرانس که میگی منظور سن خلاصه چی که یاد گرفتیم بگیم. کل درس میخونی اونطوری که خود من صحبت کردم اونطور خلاصه خودت میتونی درس تدریس بکنی. اینه که یه مثلا معلم میخوای تدریس بکنی بیشه. آه خب پرین شما آغازه کی؟ ما عمار عمار پرمیان عمار پرمیان عمار ها عمار ها پس ما ولایتی نه؟ بله ها پس وقت نیده بله محبت باش بله آقای روستا سلام علیکم سلام خوبه روستا؟ ممنون روستا آقا سوال نداری؟ شما کجایی هستین روستا؟ ما بچه زیاره کنم بچه که موشنه؟ عیسی بچه عیسی؟ خوشبخت بچه یه نمو سلام روستا علی پسر عموتونه یا عموته؟ علی روستا؟ بچه عمو بود بچه عمو بود خب شده که موفق باشی سوال نداری؟ چی؟ سوال سوال چی بدم؟ سوال که داخل درس نداری؟ سوال خوشیه فلسفه دیگه داره سوال ما داخل حالا یه گروهی درست میکنیم واتساپی یا داخل شات که هستیم اونجا سوال ها دارات ما مولا که نمیشه سوال دیگه اونطوری سوال میگیم خب... نگیران نباش سوال میگیم مخصمی یکی از دانش آموزا یه گروه واتساپی درست بکنه منم داخلش عضو بکنه همه دانش آموزا هم توش عضو باشن شماره تا وقتی کسی داره شماره من الان سیت می نیستمش اینجا یارش کارش تو آقا بعد غلام حسین اینجا نمیدیم چی کار داره تمام بره کی؟ غلام حسین غلام حسین کی؟ دهقان؟ دهقان ها بیانیم چی کاره ها موفق باشه کستان دهقان صدات بازه میتونید آقا سلام سلام خوبی؟ حالتون خوبه سلامتی؟ سلامت بشی متشکرم آقا میگم چهارشنبه هفته بعدی از درس چند کنفرانس هست؟ از درس ده همین درسی که الان تدریسش کردم همین درس؟ همین درس خب امتحاناتتون رو میخواهیم به صورت میگرین امتحان من آزمونی مستمر هر دوتا درسی یعنی هر فصلی که تموم شد یه آزمون دوتا درسی ازتون میگیرم خب دستون در نکنه خیلی خوشبخش خواهش میکنم همچنین خب یه حضور غیابی انجام بدیم اسم هر که می نویسم پیام می بذاره که حاضر آقای ابراهیمی حاضر آقای احتشام آقای احتشام احتشام نیستش آقای اکبرزاده هستش آقای پرمیان هم که الان بودشون آقای پولادی هم هستشون آقای جمالی هم هستش آقای خانزاده بخشید خازنچین هم هستش خدادادیان خدادادیان نیستش خدادادفر آقای خوید خوید هم هستش آقای دیقانی امیر حسین دیقانی
آقای دهقانی. دهقانی نیستش. آقای رفایی فر. آقای رفایی فر. رفایی فر هم نیستش. آقای زاره هستش. آقای شکیبایی. آقای شکیبایی. آقای عوضی هستش. آقای فاتحی. آقای فاتحی هستش. آقای موسوی. موسوی هم هستش. آقای هوشیار. هوشیار هم هستش. خب یک کلاسه بودشون. آقای اقتداری. اقتداری هست. چراغی. آقای چراغی. آقای حاجی زاده هستش. آقای حافظ خو. حافظ خو. آقای خواجه. آقای خواجه. آقای غلام حسین دهقان هستشون. آقای رضایی. رضایی هم هستش. آقای آریا روستا هستش. آقای صالحی هستشون. آقای عمرانی. آقای عمرانی غایبن. آقای فروغی. آقای عمرانی طلب. عمرانی طلب. آقای مشتابی. مشتابی نیستش. آقای نوشادی. آقای نوشادی. آقای زاکری. نوشادی هستش. آقای زاکری. زاکری هم هستش. خب هم از حضور غیاب شما دستم در نکن. آقای پرنیان مرسی. آقای اقتداری گفته سلام. آقای تایستری. آقای اقتداری هم بفهمیه چی میگو. اقتداری صدات بازه. سلام آقا. سلام خوبی؟ ربه امنونو آقا. میگم این کانفرانسی که میگیری آقا چند نمره داره خودش کنه؟ 5 نمره. خب آقا 15 نمره چجوری با ما بگیریم؟ 15 نمره دیگرش حضور داخل کلاس تکالیفیه که شامل فعالیت هست، شامل کاربرگه، شامل تحقیقه. این آقا امتحان کتبی چیزی نداریم؟ امتحان کتبی هم هست. نه 5 نمره امتحان کتبی دیگه. هر دو تا درس یه امتحان کتبی گرفته میشه. احسن. خواهش میکنم. الان ما درس ده رو که دادیمه شما 9 و 10 سوالات سال درس 9 رو براتون گفتن؟ آره. خب الان سوال درس 11 رو که براتون فرستادم داخل واتساپ شما بدرسش کردیم دیگه. جلسه تعیین میکنم و امتحان درس 9 و 10 رو امتحان کتبی میگیرم. آه کنفرانس هم یواش بگیرم آقا. ها؟ آه کنفرانس هم یواش بگیرم نه سخت میگیرم. ها کنفرانس هیچ تو فهم اینه خودم که اینجا حرف میزنی اینه یه معلم میخوای درس بدیدیه.
دیگه دست خودت که بری چقدر بخونی چقدر نخونی. بسته که بخواد دن. آه دیگه بسته که بخواد دن. و شما خدا حافظا. موفق باشی خدا حافظ. آقای خوید. آقای خوید بفرمی. صدات بازه. آقای خوید. آقای خوید صدات بازه. خب بچه ها خسته نباشید، امیدوارم که استفاده خوب برده باشین امروز از کلاس. خداحافظ.